حتما در جریان هستین که مدتی هست کارزار گستردهی برای لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط ایرانیان و هموطنانمون شروع شده و این موضوع که بسیار موضوع مهم حساس و تأثیر گزاری هم میتونه باشه البته محل مناقشه و کشوغوز بسیار زیادی در صفحات شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و عرصه سیاست هم بوده درباره موضوع و سوابق و بررسی سوابقش دعوت کردیم از مهدی رضایی که پرسش و پاسخ کوتاهی رو باش داشته باشیم با سلام شما مهدی و ممنون از حضور در برنامه امروز ما سلام و درود شما در خدمتتون هستم بله بسیار عالی مهدی اولین سوالم اینه که این بحث لیست گذاری سپا اصلا از کی شروع شده و آیا میشه برای این بحث همین موضوع لیست یک شروع کننده و آغازگری رو معرفی کردی آخر تا اونجا که به آغازگر یا شروع کننده در میگرده از ابتدای تاریخ تاسیس این حکومت در واقع این مجاهدین بودند که از ابتدای تاسیس حکومت ولایت فقیه پرچمدار اولین ها در این زمینه بودند این هم در عمل اثبات شده شما میتونید ببینید از همین شعار براندازی یا سرنگونی تا بحث اصلاح ناپذیر بودن یا در واقع این این شعار که افعی کبوتر نمیزاید از مخالفت با حجاب اجباری و ایستادن در برابر این خط تا آزادی ها و حق و حقوق اقلیت های مذهبی و دینی در ایران همچنین در بر... از موضوع جنگ زده میهنی و ایستادن در مقابل این خط که خمینی در واقع پرچم دارش بود و این شعار که از فردای خروج دولت متجاوز از خاک ایران و بازگشت به مرزهای بین‌المللی باید جلوی این می استادن و مجاهدین استادن همچنین ایستادگی در برابر صدای ساخت بمب اتمی که خاطمی پیگیر اون هست یا شعار دروغین حق مسلم هسته ای که در دوره احمدی نژاد حتما همه به یاد دارن از اعلام تهدید جهانی بنیادگرایی در, در ابتدای دهه هفتاد تا همین ایستادن در مقابل فتنه دروغین و شیادانه بحث اصلاحات و اصلاح طلبی همواره مجاهدین بودن که پیشگام این مسیر بودن خب الان مهدی اگه بخوایم حرف تو رو تایید بکنیم به هر حال باید بگیم که سر این موضوع لیست گذاری سپاه هستن الان اشخاص و جریانهایی که در فضای مجازی به هر حال حرفش رو میزنن و میگن و اونام خواستشون رو اعلام میکنن نظر درباره اونا چی؟ بله این حرف درسته که الان این موضوع مطرحه ولی ببینید شما برای بررسی مواضع یک جریان یا افراد نمیتونید در مقطع زمانی و در برش زمانی این رو نگاه کنید. باید به سوابق اون موضوع هم نگاه کرد و اینطوری بررسی کرد و به نتیجه رسید ببینید مطرح کردن یک شعار یا خاصه اصولی یا حتی یک هدف والا در واقع مربوط به زمانی که هیچ کسی توان بیانشون نداره یا شهامت بیانشون نداره یا هیچ چشمندازی براش دیده نمیشه نه وقتی که هشتکاش در جهان ترند میشه موضوعش رو میز میاد و دیگه آدم های عادی به صلاح کاربران عادی صفحات مجازی دارن بهش میپردازن در این رابطه من مشخصا میتونم بگم آقای مسئول رجوی در 22 بهمن 1377 بود که در اوج دورانی که بحث شیادی های خاتمی و دودودمش در جریان بود و همه به نوعی دنبال اصلاحات و اصلاحات چی ها, چی ها بودند و در, در واقع اساتید های سیاست آنشون آب افتاده بود از اون شعارها در اون روزگار بود که درباره سپاه سپاه رو ارگان مهوری حفظ نظام ولایت فقیه معرفی کردند و خواستار مقابله با اون شدند همچنین در تمام سالهایی که مماشات در جریان بود و همه در حال چشمک و چراغ زدن به باند اصلاحات دروغین بودن این سازمان مجاهدین بود که در حالی که خودش در لیست در لیست های تروریستی دولت های غربی قرار داشت اعلام میکرد که این لیست جای سازمان, جای سازمان مجاهدین نیست جای سپاه پاسدارانه و باید اونها رو در این لیست گذاشت همچنین در 19 فروردین 1398 پس از لیست گذاری سپاه توسط امریکا باز هم آقای رجوی بود که خواستار این شد که علاوه بر این لیست گذاری باید کل سپاه پاسداران منحل و در هم کوبیده بشه در 25 مرداد 1399 در اوج کشتار کرونایی که باز الان همه میدونن که خامنه ای زمین سازه اون شده بود این آقای رجوی بود که طی پیامی خواستار انحلال سپاه و اختصاص دادن بودجه و امکانات اون برای درمان و مقابله با گسترش ویروس کرونا شده بود همچنین در ماده دوم برنامه ده ماده خانم رجوی هم مشخصا دست انحلال سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس ثبت و اعلام شده بود ضمن اینکه این علاوه بر اینه که تمام سازمان مجاهدین در تمام طول دوره حیات این حکومت عملا چنگ در چنگ اون ایستاده بود و در عمل باهاش درگیر بود یعنی منظورت اینه که به هر حال کار اصلی و کار مهم رو اون می میکنه که و اونی انجام داده که ابتدا اینو مطرح کرده پیگیری کرده اسنادش رو افشا کرده و روزانه هم داره قیمتش میره و با چنگ چنگ هست بلده بلده. خب حالا غیر از اینی که گفتی الان یک نمونه مشخص و روشن داریم همین بچه شاه الان تو فضای مجازی خیلی سر این البته حرفا خیلی زیاده از ارتباطش تا نفی خودش که میگه نه من این همچین چیزی نیستم و اعلام این که درخواست کرده تروریستی اعلام کنن لیست گذاری کنن سپا رو در رئیس سیاه تروریستی نظر درباره کار و به که میزنه چیه؟ به نوعی اشاره کلی کردم که بحث مقطع زمانی و روند رو باید بررسی کرد شما نگاه کنید این خواسته رو همین بچه شاه که گفتید الان داره اعلام میکنه ولی این خواسته هرگز به عنوان یک بحث خاصه اصولی و پایه‌ای مطرح نشده هیچ وقت دقیق نبوده روی این هیچ وقت پیگیر نبوده ببینید سیاست یکی به نل و یکی به میخ رو داره بیشتر در پیش میگیره توییت حمایت میز مشهور بچه شاه در 14 فوریه سال 2011 که فکر میکنم 92 خودمون خورشیدی میشه با یه پیشگوری خیلی نصار داموسگونه میگه که این سپاه جالب از لفظ این استفاده میکنه که این به نوعی اشاره به نزدیک و نوعی گرموده میشه این سپاه به مردم هممیهن خود شلیک نخواهد کرد که خب دیدیم کرد حالا یا باید بگی این عمدن اینو گفته که یه چیزی رو نف کنه یا نه اصلا داره یه چیزی رو میپوشونه ولی خب در عمل دیدیم که وقتی داستان اتوبوس توی بلوچستان حتما دیارتونه که سر این توییت زد و اعلام حمایت کرد ماله. یا در همین قیام های سال 1400 یک وقتی جوانان ایرانی کف خیابون جواب مزدوران آتش به اختیار خامنه ای رو میدادن عوض اینکه این بیا دل بسوزونه یا پیگیر بشه یا در واقع حمایت بکنه از جوانان و دختران و پسران ایرانی یهو با بحث اینکه خوشونت نکنید و سپاه و بسیج دوستن و با این چیزا وارد میشد توییت میزد حتی مصاحبه زنده میکرد بنابراین اصلا کسی که در مصاحبه زنده خودش مستقیما میگه که من تکیه‌گاه هم روی همین سپاهیا و پاسدارا و همین بسیجیاست یا دوباره در فیلمی که باز در صفات مجازی قابل دسترسیه کسی که خودش میاد میگه که اصلا براندازی در الفبای من جایی نداره الان در برابر موج عظیم اجتماعی در برابر این قیام بزرگ در برابر جهانی شدن این موضوع ناگهان مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنه بعد میاد لیست گذاری رو مطرح میکنه و پشتیبانی میکنه خب این نه یک ای خاصه اصولی نه یک خاصه مبارزاتی است بلکه صرفا یک تاکتیکیه برای عقب نافتادن از قیام و موج مردمی که در جریان بیشتر موضوع تبلیغاتی و پروپاگاندایی که خودشون راه میندازن بله متی خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی تو برنامه ما شرکت کردی و تشکر از توضیحاتت سپاسگزارم از اینکه به من وقت دادین خدا نگهدار